یک گروه سایبری با هک دوربین‌های نظارتی و کنترلی شهرداری تهران در آستانه سالگرد مرگ آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران، شعارهایی علیه مقام‌های حکومتی بر مانیتورهای اون درج کرده. برای بررسی بیشتر این رویداد، افشار سیگارچی همکارم در استودیو همراه ماست. افشار، از تو بشنویم. بله کوروش، بر اساس تصاویری که برای صدای آمریکا ارسال شده، در روز پنجشنبه 12 خرداد ما گروهی که خودش رو قیام تا سرنگونی معرفی کرده، 5000 دوربین نظارتی شهرداری تهران و همچنین بیش از 150 سایت و سامانه شهرداری پایتخت رو هک کرده. در همین ارتباط سازمان مجاهدین خلق با انتشار چندین ویدیو از تصاویر مخابره شده توسط این دوربین‌های نظارتی مسئولیت این حمله رو پذیرفته. بر اساس تصاویر ارسال شده از این گروه دیده میشه که پیام درود بر رجوی و شعار مرگ بر خامنه‌ای رئیسی، لعنت بر خمینی درج شده. در اطلاعات رسیده به صدای آمریکا، لیست کامل دوربین‌های منطقه بهشت‌صحرا، لیست دوربین‌های کنترلی بزرگراه و خیابان‌های تهران و داده‌های مرکز فناوری و اطلاعات شهرداری دیتا سنتر در اقدسیه وجود داره. همچنین سیستم اتوماسیون داخلی شهرداری و دوربین‌های مراقبتی مجموعه آرامگاه خمینی هک شده. نهادهای داخلی این خبر رو تایید کردن، جمله روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران فاوا با تایید این خبر از اختلال عمدی در صفحه داخلی سامانه داخلی شهرداری تهران خبر داده و در بیانیه‌شون گفتن که برای دقایق این سامانه را با انتشار تصویر موهن از دسترس خارج کردن. این گروه هکری هوادار مجاهدین خلق، یعنی گروه قیام تا سرنگونی، پیشتر هم در اوایل اردیبهشت ماه در صفحه توییتری خودش از هک 50 دامنه سامانه های وزارت جهاد کشاورزی خبر داده بود. حملات سایبری و هک دوربین ها و سامانه های ارگان های مختلف جمهوری اسلامی پیش از این هم چندین بار سابقه داشته. گروه داشتیم عدالت علی که زندان اوین، دوربین های زندان اوین رو هک کرده بود. تابستان سال 400 هم 1400 هم گزارشی از اختلال سایبری در سیستم های کامپیوتری وزارت راه و شهرسازی ایران و حمله سایبری به شرکت راهن جمهوری اسلامی از دیگر این اقدامات بوده. 4 سال پیش هم گروه هکرهایی که خودشون رو تپندگان مینامیدن، سامانه کامپیوتری فرودگاه مشهد و تبریز رو هک کرد و پیام هایی در حمایت از اعتصاب ها در ایران برای نمایشگرهای این فرودگاه منتشر کرده بودند. خبر به هر حال هک سایت های مختلف دولتی و وقوع انفجارها و آتش سوزی های مشهودی در مناطق مختلف ایران، گمان زنی هایی رو در ارتباط با توانایی مقامات امنیتی ایران مطرح کرده. اشاره کنم در بخش دیگری از در واقع اظهاراتی که با همراه با این هک بوده، با توجه به حساسیت مراکزی که این دوربین ها در اونجا بوده، مراکزی که هک شده بیشتر نزدیک بوده به مراکز امنیتی و حکومتی و به خصوص در منطقه در پاستور که نزدیک به دفتر آقای خامنه‌ای، نزدیک به نهاد ریاست جمهوری، نزدیک به مجلس، گفته میشه که تصاویر اون از ارزش بالایی میتونه برخوردار باشه. که به هر حال این برمیگره به نظرات کارشناسان که در این مورد باید صحبت کنن که این تصاویر چه ارزشی داره.